سلام. تو ویدیوی حمله ایران به اسرائیل قول دادم که اگر اون ویدیو به 1000 لایک برسه درباره پدافند هوای اسرائیل یه ویدیو میرم. لطف شما شامل حال من شد و اون ویدیو به 3600 لایک رسید. برای همین لازم شد که برای پدافند هوای اسرائیل یه ویدیو بریم که بفهمیم طرف مقابل چه تجهیزات و چه توانمندی هایی داره. اگر این ویدیو هم به 1000 لایک برسه برای پدافند هوای ایران هم یه ویدیو میرم. کار هر سامانه پدافند هوایی اول با کشف اشیاء پرنده شروع میشه. برای این کار از رادارهای مختلف زمینی، هواپیماهای جاسوسی، سامانه‌های الکترواپتیکی، حتی از شنود رادیویی و ابزارهای دیگه استفاده میشه. رادارهای مختلف، بردهای مختلف و دقتهای مختلفی دارن. معمولاً هرچی برد بیشتر میشه، دقت کمتر میشه و بالعکس. ببینید تو این ویدیو اسرائیلی هم نشون میده که مرحله اول موشک جدا میشه و مرحله دومش موتورش رو روشن میکنه میره. اینو میگم چون تو کامنت ها پرسیده بودن که چرا موشک ها دو مرحله ایان، که به این دلیله که مرحله اول که سوختش خالی شده جدا بشه و موتور سر جنگی جرم خیلی کمتری رو جلو ببره و برد موشک افزایش پیدا کنه. خیلی هم گفته بودن که توی حمله ایران چرا مرحله اول توی اردن و اسرائیل افتاده؟ به این دلیل که مرحله اول سرعت زیادی پیدا میکنه و بعد از جدا شدن هم یه فاصله زیادی رو میره. یکی هم گفته بود که اصلا موشک‌های ایران دو مرحله‌ای نیستن، که اون دیگه خیلی باحال. اسرائیل یه سامانه هشدار زود هنگام جالب داره که توی یک بالونه و از بالا کار میکنه و میتونه هواگردهایی که در ارتفاع پایین پرواز میکنن رو شناسایی کنه. بعد از اینکه یک شیء پرنده کشف میشه و شناسایی میشه که این شیء پرنده خطرناکه، تازه نوبت به سامانه های پدافند هوایی میرسه که هدف رو رهگیری کنن، یعنی بزننش. گنبد آهنین کمبردترین بخش پدافند هوایی اسرائیل که مأموریتش اینه که راکت ها و گلوله های توپ و خمپاره رو تا برد 70 کیلومتری کشف و نابود کنه. با این حال گنبد آهنین مشهورترین بخش پدافند هوایی اسرائیل، تا حدی که به کل پدافند هوایی اسرائیل هم میگن گنبد آهنین. یه دلیلش خب اسمشه، یه دلیلش هم خاص بودنشه، اینکه راکت‌های سبک و حتی توپ و خمپاره رو با موشک بزنی اتفاق خاصیه که اولین بار تو این سامانه افتاده. هرچند که بعداً کشورهای دیگه هم سامانه‌های مشابهش رو ساختن، مثل سامانه ایف‌پیک آمریکا که البته هنوز تو فاز توسعه است. طراحی سامانه گنبد آهنین از سال 2004 با همکاری صنایع هوافضای اسرائیل یا IAI و سامانه‌های دفاعی رافائل شروع شد. در سال 2007 اولین تست‌هاش رو شروع کرد تا اینکه در سال 2011 عملیاتی شد که تونست برای اولین بار یک راکت از غزه رو رهگیری کنه. تا آخر 2014 این سامانه 1200 راکت رو رهگیری کرده بود، ولی تعداد کل راکت‌های شلیک شده و در رفته مشخص نیست. اما اسرائیلی‌ها همیشه ادعاشون اینه که این سامانه 90% راکت‌ها رو رهگیری می‌کنه. هزینه کلی طراحی و توسعه این سامانه معلوم نیست، اما این مقدار معلومه که از سال 2011 تا 2022 آمریکا 2.6 میلیارد دلار برای توسعه این سامانه کمک کرد. موشک این سامانه تامیر نام داره که به عبری یعنی موشک رهگیر، یعنی تامیر هم اسمشه هم رسمش. هر موشک تامیر بین 100 تا 150 هزار دلار قیمت داره. این موشک از هدایت راداری رادار سامانه و در نزدیکی هدف هم از حسگر الکترواپتیکی که روی خودش هست استفاده میکنه. حسگر الکترواپتیکی یعنی با استفاده از تصویر هدف رو پیدا میکنه و به طرفش میره. در اسرائیل حداقل 10 آتشبار گنبد آهنین وجود داره که هر کدوم 200 میلیون دلار قیمت دارن. هر کدوم از این آتشبارها شامل رادار و بخش فرماندهی و کنترل هستن و هر کدوم 4 تا پرتابگر دارن که هر پرتابگر 20 موشک آماده پرتاب داره. پس در آن واحد 800 موشک آماده پرتاب گنبد آهنین در اسرائیل وجود داره و اگر فلسطینیا و حزب الله لبنان همزمان این تعداد موشک رو با دقت کافی به طرف پایگاه‌های نظامی اسرائیل شلیک کنن، این سامانه دیگه از کار میفته تا بخون دوباره موشک‌ها رو شارژ کنن. تا حالا اینطور بوده که تعداد زیادی موشک می‌زدن ولی دقت زیادی نداشته و خیلی‌هاش حتی از نوار غزه خارج نمی‌شده. بنابراین باید روی دقت موشک‌ها کار کنه. هر آتشبار میتونه راکت ها رو تا برد 70 کیلومتری کشف کنه و مورد هدف قرار بده. هر کدوم از این 10 آتشبار میتونن 150 کیلومتر مربع رو پوشش بدن. این سامانه قابل حمله و آتشبارها رو دائما حرکت میدن که جاشون معلوم نباشه و در جاهایی قرارشون میدن که از نقاط حساس حفاظت کنن
و جاهایی که خطر پرتاب راکت‌های فلسطینی و لبنانی هست. بخش هدایت و کنترل تشخیص میده که موشک به طرف محدوده جمعیتی یا منطقه حساس میره یا نه و فقط در صورتی که اینطور باشه میزندش. اما آیا داخل یک منطقه حساس یا پر جمعیت میتونه تشخیص بده که هر موشک قراره دقیقاً به کجا برسه؟ معلوم نیست. اصلا یه مقدار تصورش سخته که به سامان مختصات دقیق همه ساختمون‌ها رو داده باشن و اون هم بتونه با آنچنان دقتی مسیر یک راکت رو تشخیص بده که بفهمه قرار هر راکت مثلا به خیابون بخوره یا به خونه. بیشتر به نظر میرسه که به صورت کلی میتونه بفهمه که موشک به منطقه شهری یا نظامی میخوره یا نه. همینقدر که تشخیص بده به اون محدوده میخوره عمل میکنه. بعضی عزیزان گفته بودن که گنبد آهنین موشک‌های ایران رو نزده چون تشخیص داده که قراره به جای خالی بخورن. اولا که موشک‌های ایران نقطه زن هستن، پس اینکه موشک وسط بیابون خورده باشه نداری. دوم اینکه گنبد آهنین همینقدر که بفهمه یک موشک قراره به پایگاه هوایی نواتیم بخوره عمل میکنه و دیگه نمیدونه حالا قراره به یک ساختمون بخوره یا به زمین خالی. سوم اینکه اصلا وظیفه مقابله با موشک‌های بالستیک ایران با گنبد آهنین نیست، چون گنبد آهنین برای راکت‌های کوتاه برده، نه موشک‌های 2000 کیلومتری ایران. که با این نکته سوم اصلا شاید لازم نبود اون دو مورد قبلی را بگم. آمریکا دو آتشبار گنبد آهنین رو خریده برای استفاده در بعضی از پایگاه‌هاش که در معرض پرتاب راکت هستن. اما سامانه‌های آمریکا روی کامیون سوار شدن و خودکششی هستن. با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین آمریکا در این سامانه، اول قرار بود بخش‌هایش در آمریکا تولید بشه و آمریکا هم این سامانه رو داشته باشه. اما بعداً کنسل شد و در حد خرید همون دو آتشبار باقی موند. برای جبران قیمت بالای موشک‌های گنبد آهنین، اسرائیلی‌ها گزینه لیزر رو بررسی کردند و سامانه آیرون بیم یا پرتو آهنین رو ساختن. این سامانه همون کار گنبد آهنین، یعنی مقابله با راکت‌ها، گلوله‌های توپ و خمپاره رو انجام میده ولی با لیزر. محدودیت این سامانه اینه که فقط 7 کیلومتر برد داره، در شرایط بد آب و هوایی کارایی نداره و اینکه سرعت شلیکش پایینه، چون حداقل 4-5 ثانیه باید روی یک هدف متمرکز بمونه تا بتونه بدنش رو بسوزونه. این سامانه هنوز در حد نمونه اولیه است و عملیاتی نشده. سطح بعدی پدافند هوای اسرائیل سامانه دیوید زسلینگ یا فلاخون داووده که کارش مقابله با راکت‌ها و موشک‌های بالستیک کوتاه برد تا برد متوسط و موشک‌های کروز علاوه بر هواگردها و پهپادها بین بردهای 40 تا 300 کیلومتر. طراحی فلاخون داوود از سال 2006 با همکاری شرکت رافائل اسرائیل و ریتیون آمریکا شروع شد و بالاخره در سال 2017 عملیاتی شد. این سامانه هم از یک رادار، یک سامانه کنترل فرماندهی و پرتابگرهای موشک تشکیل شده. اصولاً اجزای تشکیل دهنده هر آتشبار پدافند هوایی همین سه تاست. موشک این سامانه اسمش استانره که دو مرحله ایه و موتور سوخت جامدش مالتی پالسه، یعنی اینکه چند بار امکان روشن شدن رو داره. این موشک سر جنگی انفجاری نداره و اصطلاحاً هیت تو کیله، یعنی مستقیم میره به هدف برخورد میکنه و به این صورت هدف رو نابود میکنه. بعضیا هم تو اینترنت هیت تو کیل میکنن، یعنی با نشون دادن هیت سعی میکنن به طرف مقابل آسیب بزنن. این موشک در اول مسیر از هدایت رادار سامانه استفاده میکنه و در آخر مسیر برای برخورد به هدف از حسگر مادون قرمز خودش استفاده میکنه. قیمت هر موشک استانر 400 هزار دلار. دو تا سامانه فلاخون داوود با چندین پرتابگر که در نقاط مختلف قرار داشته باشن میتونن کل اسرائیل رو پوشش بدن. به همین دلیل این سامانه برخلاف گنبد آهنین متحرک نیست. تو این ویدیو که مربوط به آزمایش این سامانه است، موشک بلک اسپارو رو میبینیم که به عنوان جایگزین برای موشک بالستیک کوتاه برد استفاده میشه توی آزمایش. از همین سری به نظر میرسه موشک بلو اسپارو در حمله به ایران به عنوان یک موشک واقعی استفاده شده باشه. با توجه به مرحله اول این موشک که فردای حمله در عراق پیدا شد، که درباره این حمله یک ویدیو داشتم. سطح بعدی پدافند هوای اسرائیل سامانه ارو 2 که به صورت خاص برای مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه برد و برد متوسط ساخته شده و 200 کیلومتر برد داره. همونطور که گفتیم این سامانه مختص مقابله با موشک‌های بالستیک ساخته شده، برای همین برد ارتفاعیش زیاده و تا 50 کیلومتر ارتفاع رو میتونه بزنه. طراحی این سامانه از سال 1988 با همکاری صنایع هوافضای اسرائیل یا همون IAI و بوئینگ آمریکا شروع شد و از سال 2000 عملیاتی شد.
تا سال 2020 مجموعه کمک آمریکا به برنامه ارو 2 3.7 میلیارد دلار بوده. الان دو آتشبار ارو 2 در اسرائیل فعاله که هر کدوم 4 تا 8 پرتابگر دارند که هر پرتابگر 6 موشک آماده پرتاب داره. ارو 2 یک موشک دو مرحله ایه و سر جنگی انفجاری 500 کیلویی داره و هر موشکش 3 میلیون دلار قیمت داره. تو این سامان موشک قبل از اینکه روی هدف قفل بشه شلیک میشه و همینطور که اطلاعات پرواز هدف دقیق تر میشه، این اطلاعات دقیق تر برای هدایت موشک به سمت هدف استفاده میشه. این موشک جستجوگر راداری و مدون قرمز داره. موشک سعی میکنه مستقیم به هدف برخورد کنه، ولی اگر نشد سر جنگیش منفجر میشه و این قابلیت رو داره که جوری منفجر بشه که ترکشهاش پرتاب بشن به طرف هدف و انفجار سر جنگیش تا فاصله 50 متری مؤثره که البته از 500 کیلو مواد منفجره کمتر از این هم انتظار نمیره. اروسه بالاترین سطح پدافند هوایی اسرائیل که توسعه‌اش از سال 2008 شروع شد و در سال 2017 عملیاتی شد. این سامان موشک‌های بالستیک رو تو فازی که بیرون جو هستن هدف قرار میده و سر جنگی انفجاری نداره و هیت تو کیله. حتی ادعا شده که با این سامانه میشه ماهواره‌ها رو هم هدف قرار داد که بیشتر به نظر میرسه بعد از دیدن یک فیلم تخیلی این ادعا مطرح شده باشه. توی این ویدیو معرفی هم ایران رو به عنوان شلیک کننده موشک معرفی میکنه، چون بین دشمنان اسرائیل فقط ایرانه که یک موشکی داره که با ارو 3 لازم باشه بزننش. اسرائیل با همکاری هند سامانه باراک 8 رو هم توسعه داده که نوع زمین پایش قراره در هند استفاده بشه و در خود اسرائیل نوع زمین پایش استفاده نمیشه، اما نوع دریا پایش رو قراره روی ناوهای ساعرشون نصب کنن. خب اینم از پدافند هوایی اسرائیل. ممنون از توجهت و ممنون از وقتی که گذاشتید.